piccolo regno, ma liberaci dal male. A man of total action, he likes action. دو هفته پیش هممون دیدیم که شرور سابقه دار با یه استوری توی فضای مجازی ادعا کرد که من چند ساعت پیش یک طلبه رو توی خیابون آخوند همدان کشتم. فیلمی که خیلی زود توی شبکه‌های مجازی دست به دست شد و مهمترین سوژه رسانه‌هامون شد. جدای از این که این ماجرا چقدر تلخه، چند تا سوال ذهن من و خیلی از مردم رو درگیر خودش کرده. مثلا این که چطور ممکنه یه شرور سابقه دار که تحت تعقیب هم بوده مدت‌ها توی فضای مجازی فعالیت کنه و عکسای خودش رو با سلاح گرم منتشر کنه و هیچ کس هم متعرض اون نشه، یا حتی بزرگتر از اون، چرا فضای مجازی توی ایران تبدیل شده به یه استر امن برای مجرمایی که میخوان هر گونه فعالیت مجرمانشون رو توی این فضا انجام بدن، از خرید و فروش اسلحه گرفته تا رجزخونی‌های عمومی و علنی برای هم دیگه. اینا دقیقاً سوالایی که نه فقط ذهن من بلکه ذهن خیلی از مردم ایران رو درگیر خودش کرده و حالا ما توی این قسمت از برنامه 360 درجه میخوایم بریم دنبال جوابای اونا. نبود نظارت‌ها در فضای مجازی این بار یه جانی رو در دنیای واقعی گرفت. صبح شنبه هفتم اردیبهشت اتفاقاتی که توی محله آخوند همدان افتاد اونقدر خبرساز شد که تا چند روز توجه تمام رسانه‌های ایران و حتی برخی از رسانه‌های خارج از کشور رو هم معطوف خودش کرد. محله‌ای که صبح اون روز شاهد شلیک مرگبار یکی از اشرار سابقه دار این شهر به یک روحانی بیگناه بود. صبح اون روز زمانی که مصطفی قاسمی، روحانی 46 ساله در حال خروج از حوزه علمیه همدان بود، شرور سابقه داری به اون نزدیک میشه و بعد از اینکه اون رو به اسم صدا میکنه و از هویتش مطمئن میشه، به سمت اون شلیک میکنه و بلافاصله از صحنه متواری میشه. اما نکته قابل توجه اون چیزی بود که یک ساعت و نیم بعد از این حمله وحشیانه اتفاق افتاد. بهروز حاجی‌لو که به گفته پلیس همدان سوابق مجرمانه‌ای مثل آدم‌ربایی و حتی تجاوز به عنف رو هم در کارنامه خودش داشته، بعد از شلیک به این طلبه همدانی با انتشار یک استوری توی صفحه اینستاگرامش صراحتاً شلیک به این طلبه همدانی و قتل اون رو به عهده میگیره و خیلی زود استوری اون توسط هزاران فالوورش توی شبکه‌های اجتماعی ایران دست به دست میشه. گفتم حسرت به دلم نمونه، من زدم یه آخونده الان کشتم همدان، اینم بدانی دروغ نمیگه. این اتفاق تلخ باعث واکنش‌های زیادی از طرف مردم و مسئولان شد. مردمی که معترض بودن چطور یه شرور سابقه دار میتونه به راحتی توی یکی از شبکه‌های اجتماعی فعال باشه و عکس‌هایی از انواع سلاح رو توی صفحه خودش منتشر کنه. موضوعی که البته رهبر انقلاب هم صراحتاً به اون اشاره میکنه. موضوع دیگه مسئله خرید و فروش سلاحه. ممنوعه خرید و فروش سلاح. ممنوعه در کشور. اما این کار انجام میگیره، هم در فضای مجازی اعلام فروش میکنن، هم آدما میخرن میفروشن، تو فضای مجازی نشون میدن. همین قاتل همدان تو فضای مجازی عکس خودش رو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام پخش کرده که من این سلاح ها دارم. این چهار تاشو من دیدم، سلاح‌های 4-5 جور، سلاح‌های مختلفه. این یه مسئله مهمی است. ما چرا باید اجازه بدیم؟ این کار کار کیه دیگه؟ این کار کار شماست. یعنی بیش از همه این دیگه به شما مربوط میشه. جنایت همدان اونقدر تلخ بود که هنوز هم شاید هضم اون چندان ساده نباشه. ماجرایی که به عقیده برخی‌ها از توییت یکی از سلبریتی‌ها در واکنش به یک توییت فیک و قلابی توی فضای مجازی شکل گرفت و در ادامه کار رو به جایی کشوند که خیلی ها از خودشون این سوال رو بپرسن که فضای مجازی توی ایران تا چه اندازه امنه؟ چرا امنیت توی فضای مجازی کشور ما به نظر میرسه که خیلی قابل اطمینان نیست و میتونه یه محلی برای سوء استفاده خلافکاری ها و عمل مجرمانه باشه؟ یه وجه حاکمیتی هست که کشورهای دیگه در مواجهه با این حوادث و با این پدیده هایی که
فضای مجازی رو ناامن میکنه چیکار میکنند؟ این وظیفه حاکمیت. یعنی دولت‌ها در برابر ناآرامی‌ها، کج‌رفتاری‌ها و بدرفتاری‌های کاربر در فضای مجازی یه مسئولیتی دارن. این یه فضاست. دو، خود کاربران، کسایی که دارن کنش و واکنش میکنن در فضای مجازی، اونا هم یه مسئولیتی دارن در مقابل پیام‌های فاقد کدهای اخلاقی، فاقد چارچوب‌های نظاممند و متکی بر اون کشورها. در استفاده از اینترنت پاک و سالم، این هستش که اولین وظایف این هستش که آقا میاد اینترنت ملیشون رو راه میندازه، شبکه ملی اطلاعاتشون رو راه میندازه، که چه اتفاقی بیفته؟ که اطلاعات از فضولات اطلاعاتی بشه تفکیک بشه، بتونن نظارت بکنن این حوزه رو، بتونن پایش بکنن این فضا رو. آدمایی که بدرفتار هستن، کجرفتار هستن تو این فضا بتونن مشخص بشه، هر کس نتونه هر کاری رو تو این فضا انجام بده. سهم من کاربر چیه؟ من باید دست بزنم به انتخاب و گزینشگری. اینجاست که باید آموزش دیده بشه کاربر. دو اتفاق افتاده اینجا، منفی در منفی شده، دو منفی در کشور ما. شبکه ملی اطلاعات نداریم، نقص قانون یا کمبود قانون داریم، از این ورم آموزش ندادیم. ببینید شرایط مساعد شده برای چی؟ برای تخریب اطلاعات مردم، نشر اکاذیب، شایعه، دروغ، افترا. این متهم بوده که تحت تعقیب بوده، متواری بوده، یعنی حکم جلبش از طرف دادسرا صادر شده بود. خب متواری بود. بستر هم بستری نیست که ما مثلا خب ما بریم فرض فرمایید کجا با چه مؤلفه‌ای تو این فضای 225 میلیون اکانت ایرانی و 250 میلیون پست در کل، حالا داخل ایران هم 25 میلیون رو شما درصدش رو بگیرید، چند میلیون پست داخل ایران است، بر چه مبنایی ما بریم دنبال این بچرخیم تو یک فضایی که هیچیش دست ما نیست؟ مثل پیدا کردن یک سوزن در انبار کاهه. شاید از 100% خیلی بخوام خوشبینانه عرض بکنم، شاید 5% افراد هستن با هویت اصلی خودشون میان تو این فضا بخوان یک کار خلافی هم انجام بدن. تازه این که دارم میگم خیلی خوشبینانه است، این که بیاد بعد تازه مدرک جرمش هم خودش بگذاره اصلا. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این یک واقعیت پذیرفته شده است که امنیت توی فضای مجازی با توجه به حجم اطلاعات، سرعت انتقال و پردازش داده‌ها و خلاصه همه مؤلفه‌های این فضای مجازی به مراتب بیشتر از امنیت توی فضای رئال و واقعی دارای اهمیته. با ظهور شبکه‌های اجتماعی و به میون اومدن بحث بیگ دیتا و نقش اون در تحلیل رفتار مردم یک محله، جامعه، شهر و حتی یک کشور، اهمیت امنیت توی فضای مجازی بیشتر از اون چه که در گذشته مطرح بود مورد توجه قرار گرفت. فضایی که شبکه‌های اجتماعی اون علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های اجتماعی و فرهنگی بی‌نظیرش میتونن توی مسائل حساس‌تری همچون امنیت هم به شدت تاثیرگذار باشن. الان اصلا میخوام بدونم بقیه جاهای دنیا چه اتفاقی میفته، چرا اونا میتونن فضای مجازیشون رو امنیتش رو برقرار بکنن و اتفاقی اینجوری حداقل تا این حد نباشه؟ یک، شبکه ملی اطلاعات و دستور کارشونه. من یه نکته رو اینجا باز بکنم، آنچه که الان در ذهن بیننده های ما به اسم فیلترینگ تو پرانتز اگر مسدود سازی است، این نه مطلوب نه ممکن، ولی دنیا فیلترینگ رو به معنی پالایش ترجمه کرده. پالایش اطلاعات یعنی این که من متناسب با سنم و حوزه روان حرکتیم باید با محتوا در ارتباط باشم. یعنی شبکه ملی اطلاعات در واقع پالایش اطلاعات اون کشور رو تضمین میکنه، صیانت رفتار شهروندان رو در فضای مجازی تثبیت میکنه و گارانتی میکنه. از آموزش پرورششون از مثبت 5 سال سواد فضای مجازی تو دستور کار آموزش پرورش قرار گرفته. این سواد فضای مجازی یعنی مهیا کردن افراد برای کنش و واکنش در فضای مجازی. چجوری کاربر یا فرد دست بزنه به انتخاب و گزینشگری، این مهمه. ببینید خب اونها اون بستر همکاری رو دارن با مدیران اون
پیام رسان یا شبکه اجتماعی. حداقلش این است که یه دفتر نمایندگی در اون کشور احداث کردن، یا نه اگر دفتر نمایندگی مستقیم هم ندارن یه ارتباط مستقیم و پایاپای با هم دیگه داره. ما داشتیم اصلا این انگیزه رو داشتیم که تعاملی بخوایم برقرار بکنیم که فلان محتوای مجرمانه، فلان محتوای خشن حذف بشه و حالا این شرکت ها قبول نکنن. تلگرام در واقع میشه گفت آغاز این ماجرا بود. مذاکراتی هم انجام دادن، اعلام هم کردن که در کارگروه همون زمانی که مسئله مطرح بود تا یک جایی، چون ببین مذاکره وقتی شما دست خودت پر نباشه و او بتواند در واقع بازی بکنه برای شما و با منافع شما بازی بکنه، خیلی مذاکره شکننده است. تأکید از همون زمان بر این بود که ما باید حالا مذاکره هم میکنید انجام بدید، ولی یک نرم افزار قوی داخلی ما باید داشته باشیم که هر زمان اصطلاحاً بازی در آورد برای ما تلگرام، نخواست به ما خدمات بده، ما بتوانیم به راحتی این رو قطعش بکنیم بیایم داخل کشور. در مورد اینستاگرام هم دقیقاً همین امر مطرح شده. گفتن آقا می‌بندیم. گفت برو ببین. محدود می‌کنیم. اصلاً شما هر کاری می‌خواید بکنید، من نمیتونم مطابق با قواعد شما کار بکنم. پس من عرض می‌کنم این روند عقلانیت تو این زمینه پیش گرفته شده. اینی که حالا دیگه ما مجبور میشیم بیایم وسط به عنوان دستگاه قضایی راجع به محدود سازی و مسائل مختلف مطرح بکنیم، هیچ وقت با نگاهی نبود آقا کلن یک سرویس مردم محروم باشن. باید سرویس وجود داشته باشه، باید مردم استفاده بکنن، اما با چه شرایطی، به چه قیمتی، امنیت توش وجود داشته باشه. یکی از مدیران معروفترین این پلتفرم ها صراحتاً بیان میکنه دارایی ما حرف‌های بی ارزش شماست، شما کاربرانه. خب این شامل شناخت نقاط ضعف، نقاط قوت، چجوری در واقع رو این شخص می‌شود کار کرد که سمت و سو و علاقمندیش رو مثلا به سمت یک کالای خاص در واقع هدایت بکنیم، یا به سمت یک فرهنگ خاص، به سمت یک غذای خاص و امثال این موارد. جدایی از جرایمی که توی بستر فضای مجازی اتفاق میفته، تغییر تعاملات اجتماعی به واسطه گسترش فضای مجازی در جامعه و در دسترس بودن شبکه‌های اجتماعی، این فضا و تعامل توی این شبکه‌ها رو توی لایه‌های زیرینش دچار آسیب‌هایی می‌کنه که کاربرای فضای مجازی رو به شدت تهدید می‌کنه. آسیب‌هایی که در صورت جدی نگرفتنش با بحران‌های اساسی روبرو خواهیم بود. توی فضای مجازی ایران چه خطرهایی داره حالا کاربرای این فضا رو تهدید میکنه؟ اگر بخوایم اولویت بندی بیاریم روش چی هست و این فضا چقدر میتونیم بگیم که امنه؟ اولین دسته بندی حوزه آسیب‌های فرهنگی این فضاست. یکی از جدیترین آسیب‌های فضای مجازی تو لایه فرهنگ مدگراییه. دومین بس تو حوزه فرهنگ که به شدت جدیه، درگیر کردن اقوام. مثلا شما میبینید تو کانالا یه قومی به یه قوم دیگه اهانت میکنه، بعد بررسی میکنیم میبینیم آقا ظاهرا اون کسایی که دارن اهانت میکنن اصلا تو کشور نیستن، برنامه شون اینه که اقوام رو درگیر هم بکنن. آسیب اجتماعی، با یه سیم کارت دیگه، با یه گوشی دیگه گمنام میشن. چه اتفاقی میفته؟ به راحتی میتونم پلیس بشم، میتونم هچک بکنم، هچک حرمت بکنم، برم تو پیج یکی، برم توی ارزم به حضور شما خصوصی یکی، صفحه خصوصی یکی تهدیدش کنم، تطمیعش بکنم، ارزم به حضور شما قلدری در فضای مجازی را بندازم. چرا؟ میگم گمنامم، کسی نیست من نگاه بکنه. که دو، اعتیاد به اینترنته. نکته بعدی بعد تربیتیه، یعنی میتونه آسیب. یه شعاری مطرح شد، گفتن شبکه‌های اجتماعی اگر ما سواد فضای مجازی، سواد شبکه‌های اجتماعی رو نداشته باشیم میتونه این اتفاق بیفته. دور شدن افراد نزدیک، نزدیک شدن افراد غریبه، آی پدر مادرها. نکته بعدی افت تحصیلیه. من خواهش میکنم دوستانی که تو آموزش پرورش، معلمای عزیز، مسئولین، تصمیم گیران، تصمیم سازها، فضای مجازی حوزه آموزش و پرورش ما رو متأثر از خودش کرده، به عنوان یه ساحت تاثیرگذار ببینیمش.
حوزه بعدی حوزه اقتصادیه. سوال میکنم از خانواده های عزیز، آیا تا به حال هزینه خرید بسته های اتصال به اینترنت خودتون، همسرتون، فرزندانتون رو یه جایی در ماه نوشتید؟ خواهش میکنم این ماه بنویسید. 1,450,000,000 ساعت جمع کل بازی جوان ایرانی است از یه جنس بازی سرگرمی. آخرین حوزه، حوزه امنیتیه. تمام بینندگان عزیز حضور ذهن دارن، دیماه ارزم به حضور شما سال 96 چه اتفاقی میفته؟ یه شایعه ای پخش میشه مبتنی بر شایعه، یعنی اصلا من نیومدم سره از ناسره رو تشخیص بدم، من دست میزنم به رفتار. خدا وکیلی درسته. نکته بعدی تو حوزه امنیتی، چقدر سرقت اطلاعات داره اتفاق میفته؟ بیننده عزیز دقت بفرمایید، عکسایی که ما گرفتیم خانوادگی تو پروفایلامون گذاشتیم، تو گالریمون ذخیره کردیم، همونطوری که دوز تو حوزه حقیقی میاد از منزل من سرقت میکنه، در فضای مجازی هم دست به دزدی میزنه. چقدر من آموزش امنیت کاربری دیدم. مدیریت قوانین در فضای مجازی، تأمین امنیت در این فضا و خلاصه همه آنچه به عنوان سازوکار فعالیت در این فضا مطرح هست، چالشی است که پیش روی متولیان فضای مجازی در همه دنیا و البته کاربران این فضا در ایران قرار دارد. چالشی که در صورت عدم پاسخگویی مناسب به آن، هر روز با مشکلات جدیدتر، پیچیده‌تر و قطعاً جدیدتری مواجه خواهیم بود که نسل‌های بعدی را هم درگیر خواهد کرد. طبق این بحث اخیری که اتفاق افتاد، امنیت فضای مجازی بر عهده نیروی انتظامیه. پلیس فتا. امنیت فضایی، ولی نکته این هست، مرز فضای مجازی جمهوری اسلامی ما کجاست؟ در فضای مجازی که این فضا سیالیت خاص خودشو داره، من کجا وایسم؟ یعنی امنیت زیرساخت به کی ربط داره؟ میایم بالاتر، امنیت ابزارهای اتصال به فضای مجازی، همین گوشی موبایلامون، مردم یادشون هست چند وقت پیش صبح از خواب بلند شدیم دیدیم 2-3 تا پوسته تلگرام از رو گوشیمون رفته، پاک شده. خیلی جالبه. بیایم یه لایه بالاتر، امنیت محتوا، یعنی اطلاعات، مردم چجوری باید مطلع بشن؟ این خبری که دارن میخونن این سالمه؟ یعنی در واقع سره از ناسره رو چجوری باید تشخیص بدن؟ اینجاست که باید بریم سراغ یه ابزاری از جنس دانش، تو دنیا بهش میگن سواد فضای مجازی. متصدی این زیر ساخت کیه؟ متصدی امنیت توی فضای مجازی کیه؟ پلیس، وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و حالا دبیرخونه، کارگروه تعیین مسائل محتوای مجرمانه است. این مدیریت این فضای مجازی کیه که مردم بدونن امنیت این فضای مجازی رو باید از اون مطالبه بکنن؟ ما نمیتونیم فضای مجازی رو یک حالتی تصور بکنیم که ما مثل فضای فیزیکی باید بریم اونجا گشت فیزیکی، رصد فیزیکی بگذاریم. امنیت فضای مجازی ملازمه با این داره که ابزارها در اختیار باشه. شما الان در داخل کشور از پلیس و نیرو انتظامی امنیت میخواید. اولین کاری که انجام میدین اون کشور برای که امنیتش حفظ بشود، مرزهاش رو مشخص میکنه، حدود مرزیش رو، اونجا چه هوایی چه زمینی، محلهای مجازی برای عبور و مرور اجازه میده. بعد بحث گذرنامه و ویزا و اینها، احراز هویت طرفی که میخواد بیاد داخل کشور. خب پس اساس امنیت مشخص شدن مرز هاست. تو کشورهای دنیا به خاطر همین موضوع بحث مرزبانی فضای مجازی و امنیت فضای مجازی در اختیار نیروی مسلحه. وزارت ارتباطات و در واقع اون متولی زیر ساخت فقط بهش میگن آقا شما این سیم رو از اینجا بکش اونجا، این ارتباط رو از اینجا تا اونجا برقرار کن. آیا در فضای فیزیکی اگر پلیس نیرو انتظامی یه جایی عملیات انتحاری انجام شده باشه یا نه، یه سرقت مسلحانه در یه بانکی انجام شده باشه، میاد اینجا در واقع محدودیت در عبور و مرور، میخواد مجرم رو شناسایی بکنه، اینجا هیچ وقت بهش انگ این رو میزنه آقا تو میخوای آزادی مردم؟ نه، خیلی جا آزاده. این راه رو من به خاطر اینکه با این موضوع امنیتی مقابله بکنم باید محدودش بکنم. الان این بحث محدودیت ها در بسیاری از کشورهای دنیا
اصلا دیگه دولتی نیست بعضی از بخشاش، مثلا خانواده ها هم حتی اومدن یک سری تشکل های تشکیل دادن، آقا این قضیه داره به خانواده ها لطمه وارد میکنه، دولت اینو ببندید. فضای مجازی به ذات به دلیل فراهم کردن امکان مخفی موندن هویت کاربراش یک بستر مناسب برای مجرمان و تبهکارانیه که میتونن خودشون رو لابلای صدها میلیون اکانت و کاربر دیگه مخفی کنن. اما سیاست‌گذاری توی فضای مجازی توی سالهای اخیر توی دنیا به سمتی حرکت کرده که این فضا رو برای مجرمان ناامن کنن. توی ایران هم با تشکیل پلیس سایبری یا همون پلیس فتا سیاست‌گذاری به همین سمت و سو متمرکز شد و در این حال علی‌رغم توفیقات پلیس توی کشف جرایم سایبری مثل کلاهبرداری‌ها و جرایم اخلاقی و خیلی از جرایم دیگه، ولی هنوز نمیشه فضای مجازی توی کشورمون رو فضای امن خوند. قطعاً ما در کار رسانه‌ای ضعیف عمل کردیم، این شکی نیست. یعنی رسانه های ما وقتی میخوان اطلاع رسانی راجع به موضوع انجام بدن باید جوانب موضوع رو هم بررسی کنن که خب این آقا از کجاست، این اساس یک همچین محدودیت های کجاست، اطلاعات ناقص به مردم میرسه بعضی از بخش ها. مثلا بگیم آقا تو آمریکا فیلترینگ هست و نه آقا شما اطلاع ندارید. اونجا الان مثلا چقدر فیلم هایی که مثلا این کاندیداها علیه هم دیگه درست میکردن این منتشر میشد. آقا این بحث نیست، اصلا موضوع بحث فضای بحث متفاوته. رو بحث امنیت هیچ کشوری شوخی نمیکنه با امنیت خودش. به هیچ بخشی از دولت هم اجازه نمیدن توی این موضوع در واقع ورود بکنه که آقا اینجا چرا اینجوری یا خیر. پس یک کار رسانه‌ای انجام نشده، کار علمی توی این قضیه انجام نشده. قبول دارم بعضی از بخش هم عملکردهای در واقع بسته یا در واقع بدون رعایت و زمین بودن اون مسائل پیوسته رسانه‌ایش در واقع اقداماتی انجام شده، بعضا هم خب عملکردها مطلوب نبوده. بعد بعضی از متخصصین امن هم مفاهیم رو متوجه میشن، منتهای امر در زمانی که میخواد به لایه‌های مردم منتقل بشه یا شیطنت میشه یا درست بیان نمیشه یا یک جوری سنگین بیان میشه که اونها متوجه نمیشن، یا بعضا حتی یه سری مسائل رو نمیگذاریم منتشر بشه، موضوعات در واقع تو همین فضا که مردم از اون اهمیت لازم آگاهی پیدا نکنن. وقتی بحث حاکمیتی شد ما مجبوریم بین بد و بدتر یه چیزی رو انتخاب بکنیم دیگه، و بعد وقت آدم بدش هم میشه اون کسی که حالا این کار انجام داده و عامل بیکاری، عامل در واقع قطع ارتباط از دنیا، همه اینا در واقع میشه اون کسی که این کار انجام داده. ولی روی سکه یه چیزیست، پشت سکه چیز دیگریست که درست تفهیم نشده، معرفی نشده، او کمکاری هایی که اون بر تو بازار داخلیه میخواسته ایجاد بشه نشده. میگه شما امتحان کردید، دیدید، بررسی کردید، زمان دادید به بچه های مهندسین ما که الان مهندسین ما میرن در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا جذب میشن، چی درست میکنن؟ همین الانش هم هست. من اینو میخوام عرض کنم، یکی از نرم افزارهایی که داخل داره مشابه اینستاگرام کار میکنه هنوز خیلی شناخته شده هم نیست. یک جوان توی زیرزمین خونش با دو تا لپتاپ داره کار میکنه، نزدیک حالا 100,000 نفر 200,000 نفری هم مثلا داره. خب این جوان آیا که تونسته این پتانسیل رو ایجاد بکنه، نمیتونه یک در واقع حجم گسترده تری با پشتیبانی بهتری ایجاد بکنه؟ با وجود همه تلاش هایی که برای تأمین امنیت در فضای مجازی انجام شده، به نظر میرسد بخش عمده ای از کنترل فضای مجازی کشور در جایی در خارج از مرزهای ایران قرار دارد. با این وجود پس برای تأمین امنیت در این فضا باید به دنبال راه حل دیگری بود. برای مواجهه دقیق و صحیح با فضای مجازی در تمام لایه‌هایی که اینجا تبیین شد دو تا اتفاق باید بیفته. یک، در حوزه فردی پرداختن به سواد فضای مجازیه. ما نگاهمون به فضای مجازی صرفاً آسیب و تهدید نیست، نگاه ایجابی هم داریم. نکته دوم در انتهای عرایضم، بالاخره حاکمیت هم باید نقش خودش رو بازی بکنه. نقشش تو ایجاد شبکه ملی اطلاعاته.
نقشش این هستش که فضای مجازی رو برای مجرمان ناامن به تمام معنا بکنه. الان ولی این قضیه معکوس شده، هر کی بخواد یه امنیتی پیدا بکنه میره تو فضای مجازی، خرید و فروش اونجا اتفاق میفته، رد و بدل کالای غیر مجاز اونجا اتفاق میفته. ناامن کردن فضای مجازی برای مجرمان در کنار شبکه ملی اطلاعات و در حوزه فردی سواد فضای مجازی، این سه تا رکن اصلی هستش که بتونیم انشاءالله از فضای مجازی به نحو احسن در راستای رشد و ارتقا استفاده بکنیم و با تهدیداتش و آسیباش مقابله بکنیم. کشورها در مواجهه صحیح با فضای مجازی دو تا کار کردن. یک، حاکمیت اومده نقش خودش رو تو حوزه قوانین، سیاست‌گذاری و شبکه ملی اطلاعات بازی کرده. دو، کاربرا اومدن پای آموزش نشستن. خیلی جالبه، همه جای دنیا، تقریبا این 30 کشور رو من مطالعه کردم، خواستگاه آموزش سواد فضای مجازی از مدرسه است. چرا مدرسه؟ اولیای مدرسه، دانش آموزان، پدر مادرها، یعنی اگر ما بریم سراغ مدرسه یعنی کل جامعه رو ما داریم. سواد فضای مجازی گره خورده به امنیت ملی جمهوری اسلامی. آقا محمد اینو من خیلی دنبالش هستم تو کشور. سواد فضای مجازی گره خورده به امنیت ملی. کل قصه همدان میتونست اصلا اتفاق نیفته، اونم با این پیش‌فرض که همه دستگاه‌های متولی فضای مجازی به وظیفه‌شون به درستی عمل میکردن، از پلیس فتا گرفته که مسئول تأمین امنیت عمومی توی این فضای، تا بقیه دستگاه‌ها که قرار بود فضای مجازی رو برای خانواده‌های ما امن کنن. تجربه مواجهه این سال‌های ما با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نشون داده که حفاظت و کنترل و نظارت بر این فضا به هیچ وجه به معنای فیلترینگ یا مسدودسازی نیست و فیلترینگ و مسدودسازی به جز چند مورد خاص قطعاً نه امکان پذیره نه نتیجه بخش. حالا شاید لازمه تا همه ما امنیت فضای مجازی رو یه ذره جدی‌تر بگیریم و با شناخت تهدیدات این فضا اجازه ندیم بچه‌ها و خانواده‌هامون دچار تهدیدات و آسیب‌های مالی، جانی و حتی اخلاقی بشن. فضایی که قطعاً امنیت توی اون نیازمند برنامه‌ریزی همه دستگاه‌های عریض و طویلی مثل شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، پلیس و حتی سیستم آموزشی کشوره که قرار بود این دستگاه‌ها فضای امنی رو برای خانواده‌های ما توی فضای مجازی برقرار کنن که متأسفانه هنوز نشده. خدا نگهدار.